هموطنان عزیزم سلام، وقتتان بخیر، امیدوار هستم جور باشین، صحتمند باشین، سلامت باشین. از دل ایر میبینین دیگه امروز یک برنامه از طرف شهرداری هستن که حالا شما با ما باشین که بریم داخل بیشتر و چیزهایی که قرار از تا به حال ما شاهد ای بودیم که برنامه های مختلف را در خصوصا در غرب کابل انجام داده شهرداری. میریم بیشتر داخل از مسئولشون سوال میکنیم، از رئیس شهرداری و بیشتر همراهشون گپ میزنیم. شما با ما باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالله میرزایی هستم، رئیس شورای جوانان نایب سیزدهم شهر کابل. خوشبختانه امروز برنامه ترویج فرهنگ شهرنشینی و اطلاع رسانی به مردم در قسمت حفاظت از تاسیسات عامه را در سطح نایب سیزدهم داشتیم که این برنامه از طرف ریاست نایب سیزدهم و همکاری شورای جوانان نایب سیزدهم، شورای وکلای گذر، شورای علمای نایب سیزدهم تدویر شده بود و امروز خوشبختانه از تمامی اقشار جامعه در این محفل و برنامه ما اشتراک کرده بودند. ما خادمین پروسس اسناد و زمینه سازی انتخابات برای تعیین وکیل گذر شما هستیم، اما وکیل از طرف شما برای ما پیشنهاد میشه، وکیل شما انتخاب میکنید. وکیل کیست؟ وکیل یک شخصیت حکمی و قانونی است. وکلای گذر انسان های نجیب و فقیری هستند که بدون کدام معاش و مزد همیشه صادقانه کار نموده و در خدمت مردم هستم. این برنامه برای ترویج فرهنگ شهرنشینی و حفاظت از تأسیسات عامه المنفعه برگزار شده. هدف از این برنامه ای بود که برای مردم فرهنگ شهرنشینی در واقع آگاهی داده شود و مردم از فرهنگ شهرنشینی را یاد بگیره. دریم وظیفه وکیل صاحب استام مسئولیت پیغمبر علیه السلام فرمایی ویکوم کرونا چی فاک و صفا وی صفایی و نظافت پکی دیر وی هغل تا خوشحالی وی اطمینان وی هغل تا برکت وی هغل تا در رحمت و برکت ملائکه وی تولیگی پا کم کور که چی صفایی نوی نظافت نوی حقل تا دی شیطان مرکزو نوی شیطانان تولیگی قدر منو پا کم زایی که چه ملائکه وی دی رحمت و برکت وی بیا با دیر خوشحال زندگی وی زوی پلار خاوین کزا لران یوکا خوشحال زندگی بلیری او پا کم زایی که چه دی شیطان مجلسو نوی شیطانان وی حقل تا پریشانی دیر وی، برکت نوی، مسکنتو نوی، خبگانو نوی، بیا با دی شیطان لار بند وی، دلتا با شیطان نشرات لائی. نو پا تنزید که با تا کوشش کمی وکیل صاحب کور پا کور بگرده، کوسا پا کوسا بگرده، عاما پا هوای بکوی، دیبل کور مختا پا کوسا کی پا سرک بانده، پا بیانو لگتے ہو کہ کسافات نہ غرزوائی کسافات خلق تعامف و ہوای ورکے خلق کو کیا کہ کسافات پا بیانو لگتے ہو کہ وہ غرزو باران و واو رب وشی لگتی با بند شی او با برا پورت شی سرکون با او با پا سرک روانی وی پا کسک روانی وی دی کابل خلق دکور نراوتلی وی پاک رنگشوی بودی پوکڑی وی پاک کالی آغستی وی پا خاورو خطو چکڑو باورتا و لڑل شی دا چکل وچ شی بیا دوڑی و گردو نوی تا مرزو نوی دا خواستا تعمیرو نبا مطول دی خطر سرا دی مشکل سرا بشانو مدی مرز سرا مخامخ وی. تشکر میکنم از ناحیه سیزدهم که این مجلس بزرگ
دوستانه و توجیهی را برگزار کردند. به اجازه معاون‌صاحب اجتماعی و کلتوری شاروالی، رئیس صاحب ناحیه 13، همکاران محترمشان، علمای محترمی که حضور دارند، وکلای گذر و همه سروران و دوستانی که در اینجا حضور دارند. در این آیه شریفه خداوند می‌فرماید که از ذات پاک شما را آفریده و از شما می‌خواهد که زمین را آباد کنید. روحی آباد کردن و تلاش برای آباد کردن محیط، کشور، منطقه‌ای که هستیم یک مسئولیت شرعی و انسانی است. ما باید در جهت آبادی دهی که زندگی میکنیم، کوچه و شهر که زندگی میکنیم، در کشوری که حق مادر را دارد، همیشه روحی خدمتگزاری و روحی آباد کردن را داشته باشیم. زمین های ناهموار را هموار کنیم، برای زراعت کردن مساعد بسازیم تا نان و خوراک مردم از او تهیه شود و جوی بکشیم تا زمین آبیاری شود. زمین های مساعد را با باغ و بستان زیبا و مفید و مستفید بسازیم تا ثمرات آن استفاده کنیم. حضور محترم، جای طولانی صحبت کردن نیست، ولیکن عرض میکنم که انسان مسلمان مسئول است. انسان اشرف مخلوقات است، به خاطر اینکه اشرف مخلوقات است مکلف است و مسئول است. حیوانات مسئولیت ندارد و انسان به عنوان اشرف مخلوقات در برابر خدایی که او را آفریده مسئولیت دارد تا در برابر فرمانش مطیع باشد، اوامر نواهیش را عمل کند. در برابر رسول خدا مسئولیت دارد تا به سنتش عمل کند. در برابر کشور خود مسئولیت دارد تا در جهت آرامی و آبادی آن کوشش کند. در برابر شهری که دارد مسئولیت دارد که در جهت آرامی و آبادی آن کوشش کند و در دهی که زندگی می کند، در کوچه‌ای که زندگی می کند، باید همیشه احساس مسئولیت کند و تلاش کند. حضور محترم، بیایید تصمیم بگیریم و این ضرورت دارد، برای اینکه هر کدام به نوبه خود انسان نفرسان باشیم. همیشه در این روحیه و این اراده زندگی کنیم که برای کشور خود، برای ملت خود، برای منطقه خود، برای کوچه خود، برای ده خود انسان نفرسان باشیم و انسان باشیم. این روحیه را در خود تقویت کنیم که برای دفع ضرر از مردم ضرر را قبول کنیم، برای نفرساندی و مردم زحمت ها را بکشیم. به اجازه جناب معین صاحب، رئیس انسجام مردمی، رئیس نشرات شاروالی کابل، رئیس وکلای گذر تمام نواحی کابل، رئیس بوکلا، رئیس علما، تمام جوانان، مسافران، متنفذین، همگی خوش آمدین. ما میخوایم که پای خود عزیز شروع کنم که شهر خوب شهروند خوب میخواهد و شهر خوب ساختنی نیست، شهر خوب ساختنی است نه یافتنی. جناب این سفیوجی که من نستلی و ویدی و ملت واجنه پیغ وقتی وی وزل کیگی وزل ایسی جنگه فرهنگ مواجنه. به ارتباط غرب کابل از روز که ما اینجا آمدیم، غرب کابل با وقت به تمرو بیم به هیچ ناحیه، به هیچ گوشه کابل مقایسه نمی کنم. بخاطر که سخت دانشی که اینجا مردمی که دارن، در پالی از روز سلیقی که اینا دارن، اتحاد اتفاقی که اینجا هست، تهذیب و مهذب بودن از اینا، این نمونه و مثال از در تمام نواحی کابل. اما یک چیز دیگر هم باید ما شما قبول کنیم که در وقتی که در شهر زندگی میکنیم، باید ما ارزش های شهری بودن و شهر را باید قبول کرده باشیم.
شهر کابل و خصوصا در ناحیه 13 چون عرض سرک بسیار کم است، همینجا مردم ما شما میبینیم که در وسط سرک هم روان میباشند. موضوع انداختن کثافات از شیشه موتر، هر روز ما خودم که دیگر از طرف ناحیه به طرف خانه میرم، حتما دو سه جا استاد میکنم پوست کینو کیلر در سر سرک میبینم که مردم انداختن و کس را میگم که میره جمعوری کنین. دیگه انداختن مثلا آب دهن و یا مثلا سیگرت نیست، به سیگرت هم اشاره کردن، نمی مسیر بسیار دیده میشه و از همی که موتر خود در سر کوچه و در پیاده راه ها توقف میکنیم. هفته گذشته ما شما دیدیم که یک حادثه بسیار دلخراش را داشتیم که یک بچه را موتر زده بودند نمی سر سرک. لیکن یک کل چیزی هست که باید ما متوجه از این چیزا باشیم. یک چیز بسیار کمش اینجا به شما ذکر کردم و این چیز دارت نیست که تنها مردم مشکل دارن، علت عوامل خاص خودم داره. علت عواملش مثلا تراکم نفوس، این در هر جای که همه تو مسئله که پیش میاد تراکم نفوس است. در پاله از او عدم احساس مالکیت مردم است از ناحیه خود، که احساس مالکیت ناحیه خود نمی کنن و میگن برو خیر کثافات شروالی می جمع میکنن. دیگه عدم آگاهی مردم است که این برنامه ما امروز هم شما شاهد حالش هستین، به خاطر از این است که مردم باید این آگاهی را پیدا کرده باشن. در پاله از این توقع بیش از حد مردم از شروالی است. یک تحقیق را من دیروز در خانه مطالعه کردم، تقریبا فعلا در کابل 30% مردم از شاروالی حمایت میکنن، یعنی همکار شاروالی هستن 30%، یعنی بیشتر یک فیصدی پایین است و این فیصدی را ما شما به خاطر از امون امی برنامه را برگزار کردیم که باید امی آگاهی بالا بره و همکاری مردم باید بیشتر شود. زه کابلیم، هو کابل، هغه ښار چې تاسو پکې کورونه جوړ کړي دي، د ځمکې او د غرونو په زړه کې زه کوربه یم. ما تاسو ته له ډېرو هیلو سره په خپل زړه کې ځای درکړی دی. و تاسې له ما سره څه وکړل؟ په دې ورځو کې د ښځلو ککړې هوا له لاسه ساه نشم اخیستی، ټول بدن مې ستاسې د ناکردو له لاسه درکمن دی او هیڅ روغ ځای نه دی پکې پاتې. کله یوې خوا ځان ته کور جوړوئ او بله خوا ورانوئ، ورځ تر بلې مې ویجاړوئ. زه ستاسو ښار یم، کور مو یم، تاسې ته مې په خپل زړه کې ځای درکړی، خو تاسې څه کوئ؟ دومره په سپکه سترګه راته ګورئ. څه مو چې زړه غوښتل راسره وم وکړل. په دې ورځو کې مې د ښځلو ککړې هوا له لاسه ساه بندېږي، د موټرو د ډبرو سکرو لوګیو او د ښځلو سوځولو زه ناروغه کړی یم. ای کاش پوهیدلی شوای چې په ښار کې غځېدلي لښتې او ویالې داسې دي لکه زما د بدن رګونه، خو تاسې زما هر رګ له چټلیو ډک کړی دی، زما پاکې اوبه مو خیرنې کړي دي. یو وخت زه تک شین او ښایسته وم، تاسو سره مې قدر و، خو تاسې مې ولې رانه واخیستې؟ زه مو په شاړې دښتې بدل کړم. آه، په هغه تیر وخت پسې مې ډېر زړه خوږېږي. راځئ ما بیا پیدا کړئ، زه ستاسې خاوره یم. د ملګرتیا لاس راکړئ، بیرته مې ودان کړئ، ما ښایسته او زرغون وساتئ، زما په ودانولو تاسې ودانیږئ. زه کابل یم، ستاسو کور، ستاسو خاوره.